أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافرون فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آخرین قسمتی که مربوط به بحث اعمال است این است که اعمال انسان با حوادث جهان ارتباط مستقیم داره، همونطوری که حوادث عالم در اعمال انسان بی اثر نیست. گاهی ممکن است گفته شود به این که این آیاتی که مورد استدلال قرار گرفت که ایمان و تقوای مردم باعث ریزش برکات است، این استدلال تام نیست، زیرا کسانی که اهل ایمان و تقوا نیستن هم از این برکات برخوردارن. بنابراین این که گفته شد لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، این معاذ الله تام نیست، برای اینکه گروهی از کفار هم متنعمند. جواب این شبهان است که برکت غیر از مال است. اون مالی که در مسیر سعادت قرار بگیرد برکت است، نه هر مال. گاهی خود مال یک دام است برای مالدار، گاهی قدرت یک دام است برای مقتدر. لذا خدای سبحان در این حال که فرمود نیل به برکت متوقف بر ایمان است، در این حال فرمود مبادا کافران که از نعمتهای الهی برخوردارند خود را مورد عنایت ما بدانند، بلکه این مشروع استدراج است و نه نعمت. این نعمت است به صورت نعمت، که این که اگر اولیای الهی آزمون می شوند و امتحان پس می دن، نعمت هست در زیر پوشش نعمت. در آیات فراوانی این مسئله را هشدار داد که مبادا کافران اموال الهی را نعمت بپندارند، بلکه مکر و نعمت هست و اونها غافلند. آیه 178 سوره آل عمران است که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. کافران فکر نکنن اگر ما املا و امهالی در باری اینها روا داشتیم به اینها مهلت دادیم برای اینها خیر است. ما اینها را مهلت میدیم تا گناهان اینها افزوده شود، تا اونها را به اشد الانحاء العقاب عذاب کنیم. چون که در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 196 و 197 اینچنین فرمود لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. گاهی به کافران خطاب می کند که شما این امهال را به عنوان ادامه نعمت نپندارید. گاهی به مؤمنین می فرماید به این که مبادا تحول و پیش روی که بعضی از کفار در روی زمین دارند شما را مغرور کند، زیرا این یک برخورداری چند روز است که عذاب دائم را در بر دارد. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، برای اینکه این متاع قلیل
ثم مأواهم جهنم و به بعثل نهاد. که این که در سوره مبارکه خوبه هم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آیه 55 سوره توبه این که این آمده است که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. که این مضمون در همین سوره توبه تکرارم شد، دوبار نازل شده. فرمود اموال و اولاد کافران شما را به شگفتی وادار نکند، زیرا اینها وسیله عذاب اینها هستند نه وسیله رفاه اینها. چون که در آیات دیگر اصل این مضمون را تبیین کرده است که ما اینها را استدراج میکنیم، یعنی درجه درجه اینها را میگیریم، ولی اینها غفلت دارن، نمیدانن که این نحو امحال استدراج در عذاب است. نظیر آیه 182 به 183 سوره اعراف فرمود والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ما درجه درجه اینها رو میگیریم، به اینها مهلت میدهیم، ولی اینها نمیفهمن، نمیفهمن که دارن عذاب میشون. و املی لهم، من به اینها مهلت میدهم، این کیدی متینم، اون مکر و نقشه من محکم است، اون دامی که من میبافم مستحکم است، گستستنی نیست. همونطوری که اون حنابی که من بافتم لنفسام لها، اون دامی هم که برای کافران بافتم او هم متین است. چه درباره حبل الله فرمود به این که این هر ناگسستنی است، اگر کسی مؤمن شد فقط استمتع که در عروت الوثقا که لنف ساملها. چه درباره کافران فرمود این دامی که من با دستم برای کافران بافتم و گستردم، وقتی اونها به این دام افتادن تنابهای این دام متین است، محکم است، گسستنی و عملی لهم این کیدی متین. برابر این شبهه اول که مربوط به این مطلب است با این وضع ضعف میشه. چرا ندارد فمود هم شوفی مناکبه ها، فمود رو دوش زمین سوار بشید روزی بگیرید. فرمود شما بخواهید رایگان دست به دست بگذارید نعمت برای شما فریدش شود. دنیا این چه نیست، لقد خلق در انسان زی کبد. فرمود ما انسان را در کبد و رنج خلق کردیم. انسان باشد رایگان بهشت برود یا دنیای مأمور داشته باشد، این چه نیست. خدا قسم یاد کرد فرمود و زیتون و طور سینینه و هاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بعد هم فرمود به این که لا اقسم به هاذا البلد و انت حل به هاذا البلد و والد به ما ولد لقد خلقنا الانسان فی احسن. چندین بار قسم خورد که من انسان را در احسن قوام آفریدم، به چند قسم هم یاد شد که من انسان را تو سختی غرق کردم. این بخواد رایگان بهش بره نمیشود، رایگان در دنیا مرفه باشد نمیشود. لذا ما هم شوفی مناکبه ها، انسان اگر بخواهد رو دوش اصل وحشی سوار بشود و ازش سواری بگیرد بر منکب او سوار بشود، کار آسانی نیست. باید رو دوش زمین سوار شد. این زمین گرچه زلول و نهموار و نرم است، ولی باید رو دوشش رفت و ازش بهره گرفت. این کوها دوش او هستن، باید رو دوشش سوار شد، از منابعش استفاده کرد. و این ذخایر تحت ارضی هم وقتی در اختیار انسان قرار میگیرد که انسان رو دوش زمین سوار بشود. اما اگر کسی
از بهرهای مادی برخوردار شد این را به حساب سعادت نیاورد. مال سعادت نیست، گاهی مال وبال است، گاهی مال رفاه است. مسئله بعدی و مسئله بعدی آن است که نقض حرفهای گذشته نیست نظیر این اشکال، یک اشکال زیر بنایی و این است که هر کسی رو نظام علی و معلولی کار کرد از جهان طبیعت بهره برد می شود، چه مؤمن چه کافر. علوم که کاری به ایمان و کفر ندارد، هر کس از این علوم تجربی برخوردار بود بهره طبیعی نصیبش می شود، چه مؤمن چه کافر. عالم هم رو نظام علی و معلولی اداره می شود، این چه کار دارد به حسن و قبح اعمال مردم. این اشکال تنها راجع به بیان ارتباط اعمال با حوادث عالم نیست که یاد شده است، بلکه همه ارتباطاتی که و هر گونه ارتباطی که بین انسان و طبیعت از راه های غیر عادی طرح می شود، این اشکال با او مخالفت می کند، خواه در حد اعمال حسنه که محل بحث بود، خواه به صورت دعا و صدقه و صله رحم، و خواه به صورت معجزات انبیا. هر کاری که از راه غیر عادی بشر بخواهد با عوامل طبیعی ارتباط برقرار کند، این اشکال جلو او رو می‌گیرد. لذا همین اشکال با بیان دیگر در مسئله معجزات انبیا مطرح است، درباره تأثیر صدقه و صله رحم و دعا مطرح است، و در این محل بحث ما هم که اعمال اگر خیر بود باعث ریزش برکات هست هم مطرح هست. بنابراین یه اشکال مبنایی خواهد بود. اون چه که می تواند مبنای صحیح باشد و این اشکال زیر بنایی و مبنایی را حل کند، آن است که نظام علی و معلولی به همون دلیل که حق است، و همون دلیل زمام حوادث را به علت غیبی می سپارد. ممکن است کسی که به علوم تجربی و طبیعی آگاه است این اشکال را طرح کند که عالم با علیت و معلولیت اداره می شود، چه کاری به دعا و صدقه و اعمال حسنه دارد؟ جوابش آن است که نظام علی و معلولی و همون دلیل که حق است، و همون دلیل عالم طبیعت را باید به ماوراء طبیعت ارجاع بدهد. بیان ذالک این است که هرگز موجودی که هستی او عین ذات او نیست، نه به خود متکی است نه به مانند خود تکیه می کند، و قهرن باید به چیزی تکیه کند که هستی محض است. همین نظام علی و معلولی که زمینه اشکال مستشکل بود، همین قانون علیت ما را به خدای راهنمایی میکند که مبدا کل است و هستی او عین ذات او، و ارتباطات اشیا را به خدا اثبات میکند. و این بحث های یاد شده نظام علی و معلولی را ابطال نمیکند، بلکه میگوید چون بین ما و علت نخست ارتباط غیبی برقرار است، ما اگر از راه حسن نیت و حسن فاعلی و حسن فعلی به اون خدا نزدیک شدیم، مشمول مهر اویم و از او فیضی دریافت میکنیم. اونگاه همون خدایی که به یدهی ملکوت و کل شی، چه علل و اسباب طبیعی را او اداره می کند، همون خدا با حفظ همه مظاهر علیت به ما خیر می رساند. اینطور نیست که بدون باران به درخت های ما میوه بدهد، باران می بارد، منتها بارش باران به دست او. فمود و علل استقام على طریقت لعصفینه ما انقدقا، اگر کسی انسان صالحی بود به اون مبدعی که زمام باران به دست او رابطه برقرار میکند، اونگاه اون خدای سبحان که ابرها را هدایت میکند،
و این بادهای حلقی که گیاهان را بارور می کند اونا را هم هدایت می کند. این باد این ابرها را کی باردار بکند و تا کجا ببرد و دستور بارش بدهد این را خدا هدایت می کند. که بود نسوق الماء الى الارض الجرز، ما دستور می دهیم به این بادها که ابرهای باردار را به اون سرزمین خشک و تشنه برساند. اونجا که رسیدن به این ابرها دستور میدیم که بارهای خود را وضع کنند. اونگاه هست که وضع و قطرهای باران از لابلای این ابر مشبک ریزش میکند، نه به صورت آبشاری یا نهری که مزرع و مرتع را از بین ببرد. همون وقتی ما این ابرها را به اون جاهایی که باید توقف کنند و ببارن رسوندیم، این را به صورت غربال در میاریم که همه بارها را از چشمه ها و روزنه های غربالی خود قطره قطره بریزن، نه به صورت آبشار و نهر بریزن و سر مردم که همه مزارع و مراتع را از بین ببرد. فتر الودقه یعنی قطره، یخ رجوم این خلالهی. خب همون نظام علی و معلولی میگوید که کل این موجودات به ید کسی هستن که به ید الملک. همون نظام میگوید به این که مدبر همه حوادث او، اونگاه خودش که کل حوادث را دارد اداره میکند، میفرماید به این که اگر شما انسانهای وارسته بودید بارونها به موقع به مزرع و مرتعتون ریزش می کند و علاقه تقام على طریقته لأسقیناه من غدقا، و اگر چنون که در مسیر مستقیم نبودید این فیض و رحمت از شما گرفته می شود. فتحصله که اون که منات اشکال بود همون در حقیقت مبنای جواب است، یعنی بیان ارتباط اعمال با حوادث، بیان ارتباط دعا و صدقه و صله رحم با حوادث، بیان ارتباط معجزه با حوادث، هیچ کدام با نظام علی مخالف نیست در این سباب بسه مسئله، بلکه خدایی که علت علل است و مسبب الاسباب است اگر انسانها را شایسته دید به او توفیق می دهد. توفیق یعنی حوادث را وفق مراد او قرار میدهد، کارهای او را وفق هدفش قرار میدهد، این میشود توفیق. و اگر انسان وارسته نبود بین او و بین اسباب توفیقی او ارتباطی نیست، حالا یا هدف ندارد یا بی وسیله به دنبال هدف میگردد. نه، نعمت در اختیار انبیا بود، ولی منتها حضرت فرمود من اگر بخواهم بهترین اصل در سبحانه من است، بهترین نام. نه همه اینطور بودن، همه همینطور بودن. اون روزی که موسی کریم با برهنه حرکت کرد و آل فرعون رو به دریا ریخت که دیگر نگفت علیه ملک و مصر، باز با همون نان سبزی زندگی میشد. نه این که نداشت، اون روزی که فاتحان وارد مصر شد تمام اون ذخایر در اختیار همین پا برهنه بود که به شکنکرانی زندگی شود نگردن، که مگر سلیمان سلام الله علیه با سایر مستضعفین در زندگی فرق داشت، با اینکه قدوها شهر و رواه و شهر. انسان لذت میخواهد، ماها چون آدم عادی هستیم فکر میکنیم لذتمون در نان و عسل است، اون یکی از سجده لذت میبرد، اون یکی از رکوت لذت میبرد. همه اینا قیام کردن نمرودها را به خاک کشیدن که فرمود و جعلناهم احادیث. بعد چی آمد اینا را گرفت؟ انبیا مالک سرزمین شدن. بعد چه مالک شدن چه کردن؟ خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود انتم الطلقا، بعد چه کرد؟ این چند سبایی که فاتح مطلق حجاز بود بعد چه کرد؟ عده‌ای به دنبال اونها را افتادن که انبار اونها را با خبر تقسیم کردن، وگرنه خود اینها همون حالت اولی رو داشتن. انسان اگر بداند لذت خود چیست که در باره امتلاع بس حرف نمی زند، او در اعتلاع روح می اندیشد، لذتش هم در اون می دوند و می گد حیفه که انسان که خودش صرف چیز داری کند. نه، تقوا و تدین
در همه ابعاد یک کشور گذشته از این که برکات غیبی را تامین میکند، برکات عادی را هم تامین میکند. منتها تقوای کشاورزی هم باید باشد. انسان اگر فقط به نماز شب بپردازد، او در بعد کسب متقی نیست. فرمود من برای شما قرار دادم شما رو دوش زمین سوار بشید نون در بیارید. بخواهید بگید من با نماز شب کشاورزی کنم، این نیست. این فقط تقوای عبادی. تقوای کشاورزی لازم است، سیاسی لازم است، دامداری لازم است، صنعت لازم است. همه این حرفا رو فرمود من برای شما قرار کردم، برید یاد بگیرید. هم شوفی منا چه به حال، برید دو دوش زمین سوار بشید. من برای شما نرم کردم. منتها دیگران رو دوش زمین سوار میشن، مال در میارن، این وبال است. لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. شما برید برکت نصیبتون بشود که بماند. نه یه انسان متقی وقتی به قدرت رسید میگوید که هذا من فضل ربی. اون تخت با عظمت که از تباب یمن آمد، سلیمان سلام الله علیه، هذا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکفر. اینا وقتی به اون مقام رسیدن خاضعان خاضع‌تر میشوند. هم اون که حد تلزی را میسازد که آتونی زبر الحدید، بعد بگد هذا رحمتون من رب. این هم که تخت سلیم از سرع به یمن می آورد، باز هم می گد هازا من فضل ربی. او اندل انسان لیت قائم را و سقنا مالک کسید که لا یحسبن الذین کفروا سبقوا و امثال ذالک. مسئله سوم آن است که بالاخره سرانجام پیروزی مالکی ما که هر دو طرف را می بینیم. تلکل ایام نداولوها بین الناس، گاهی آل فرعون غالبا، گاهی آل هارون و موسی، گاهی آل ابراهیم غالبا، گاهی آل نمرود، گاهی نوح غالب است، گاهی بت پرستان ود و یعوق و یعوس و نحس. بالاخره این عالم سرانجام به کام کی؟ این تلکل ایام و نداولوها بین الناس همواره است. یا بالاخره این عالم یه نظمی دارد به جایی میرسد. تمود این چنین نیست. عالم یک نظمی دارد به جایی میرسد، بل عاقبتو لتقوا. شما اگر بخواهید بحث عقلی بکنید، باید کل عالم را حساب بکنید، نه فقط یک مقطع خاص را بنگرید، رو همون مقطع خاص نظر بدید. اگر خواستید جهان بینی داشته باشید، با جهان را ببینید. اگر کسی در مسائل جهانبینی فقط محدوده حیات خود را می‌بیند، این در جهانبینی همون مقدار ناقص است که یک انسان مغرور متمکن مالدار از همون قدرت مالیش سوء استفاده می‌کند و غافل است. طبق بیان از سعیمی سلام الله علیه، مثل اون سائمه و رمه‌ای که در بیابونها می‌کرند، یحسب و یومها دهرها. این سائمه، این رمه یک روز را روزگار می داند. این نمی داند که پایان این روز سربریدن است. روزگاری او را در این مرتبه نمی گذارن. یه روز نوبت او. حضرت فرمود ایزل قافل و غیر مقفول ان. ای کسی که قافلی و از تو غفلت نمی شود. مبادا مثل اون سائمه و رمه بیابانچری باشی که یحسب و یومها دهرها، یک روز را روزگار می پندارد، چند روز را دهر می انگارد. خیال میکند همیشه این مرتع است و سبز است و می کرد. اگر کسی در جهان بینی همین محدوده تاریخ خود را معیار قرار بدهد، او در جهان بینی همون گیری را دارد که یک انسان مالدار در غفلت به همون جیر مبتلا است. وگرنه جهان به قدری وسیع است که هم تمام گذشته را زیر بر دارد و هم تمام آینده را تا ابد. اونگاه خدای سبحان روی این دید کلی فرمود بل عاقبتو لتقوا. بعد چندین مثل ذکر میکند، چه در سوره مبارکه ابراهیم، چه در سوره مبارکه رعد، مثل ذکر میکند. اصل کلی را در سوره یوسف آیه 21 این چنین می فرماید:
در پایان آیه 31 همون که والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون، خدا این کارها را که میگرداند در کار خود پیروز است و اگر عده اعدای الهیان و اعدای دین الهیان چند تباهی جلوی دین را گرفتن، باید بدانند سرانجام در همه شئون خدا پیروز است. منتها یه وقت خدا دارد اینا را میگیرد و محاصره میکند، اینا نمیدانند. این اصل کلی والله غالب علی امره نشون میدهد که در هیچ امری نظام الهی شکست نمیخورد، منتها گاهی طرف فریب میخورد و این را پیروزی میداند. خدا فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا خیال نکنن جلو افتادن، ما اینا رو داریم هی میکنیم و نسوق المجرمین الی جهنم بردا، اینا خیال نکنن جلو افتادن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا دنبالن، ما اینا رو دنبال کردیم، ما باید خیال کنن جلو افتادن. انهم لا یعجزون، اینا که معجز نیستن که ما را عاجز کنن، ما اینا رو داریم هی میکنیم، نه اینا جلو زدن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، چرا؟ انهم لا یعجزون، اینا که معجز نیستن که ما را عاجز کنن که ما نتوانیم به اینا برسیم، ما اینا را هی کردیم داریم به طرف عذاب میبریم. در سوره مبارکه رعد و سوره ابراهیم با یه تفاوتی این مسئله رو به صورت مثل بازگو کرد. در سوره رعد آیه 17 هم همون آیه معروف است که اصل نزول فیض را به صورت یک مثل تبیین می کند. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدر ها، سمود خدای سبحان از آسمان رحمتش آب و فیض هستی را نازل کند، هر درزی و بیابانی به اندازه خود از این سیل استفاده کند. فحمل از سیلو زبدن را بیا، این سیل خروشان یک حفی هم که بالا میاد به همراه دارد، زبد است ولی رابیست، ربه یعنی برگسته، اون بالایی رو میگن رابی. انتکون امتون هی اربا من امه، یعنی یه امتی رابیه بشود نسبت به امتی دیگر. رباب و ربه هم همین برگستگی، همون چون کف از توهی مغزت بالا میاد، ولی ما کف نفرستادیم، ما آب فرستادیم. این آب وقتی تو عالم حرکت به صورت سیل در آمد، لازمه سیل یک کفی هم هست، ما کف نفرستادیم، ما چیز بی مغز نفرستادیم، ما آب فرستادیم. انزل من از سماع ما ان فسالت اودیتون به قدره ها فحتمل از سیلو زبدن را بیا، اما انا انزلنا زبد نیست، لازمه زیست و حرکت در عالم طبیعت اینه که یک کفی هم پیدا می شود. فحتمل از سیلو زبدن را بیا، این یک مثال آب، یه مثال آتشی هم می زند. فبد زمین ما یوقدون علیه سنار ابتقاء حلیت اومتا زبدن مثلو، این زرگرها که بخواهند طلا را آب کنند تا به صورت‌های گوناگون زیور بسازند، روی این طلای گداخته شده در حال جوشش کفی هم پیدا می‌شود. خب چه روی این فلز گداخته شده کف پیدا بشود و چه روی اون سیر خروشان کف پیدا بشود؟ این کف رفتنی، نه کف زیور است در مثال دوم، نه کف رفع آتش می کند با کف می شود باغبانی کرد باغداری کرد در مثال اول. و مما یوقدون علیه سنار ابتغاء حلیتن، که بخواهن انگشتری گوشواری زیوری درست کنند، او متاعن بخواهن کاسهی درست کنند ظرفی درست کنند و مانند آن، زبدون مثله،
مثل همون آب یک زبد رابی هست که روی این فلز گداخته ظهور میکنه. اونگاه فرمود کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. دو بار مسئله تمثیل را اینجا ذکر فرمود. یکی فرمود کذالک یضرب الله الحق والباطل، باز دوباره فرمود کذالک یضرب الله الامثال. مثال حق در اون اولی مثل اون سیل خروشان است که تمام تشنه ها را سیراب میکنه. مثال باطل اون کفی است که روی سیل. در مثال دوم مثال حق مثل اون طلایی است که گداخته شد و آماده است برای هر گونه بهره برداری، چه زینت سازی و چه متاع سازی. مثال باطل همون کف روی این مواد گداخته است. اونگاه این کف هم دائمی نیست. فرمود اما زبد یعنی این کف فیذهب جفاء باطلا و هالکا، و اما اون چه که به حال مردم نافع است در زمین میماند و خدای سبحان این چنین اون حق را برای ما به صورت مثل تبیین میکنه. کذالک یضرب الله الامثال. در سوره ابراهیم به صورت شجره طوبا و شجره حدیثه مثال را ذکر کرد. آیه 24 و 25 سوره ابراهیم فرمود الم تر کیف ضرب الله مثلا. خدای سبحان مثل بیان کرد. اون مثل این است که کلمتا طیبتا که شجرت طیبت اصلها ثابتون و فرعها فی السماء توتی اکلها کلهینن به ادن ربه و یضرب الله الامثال للناس لعلها میتذکرون. این موضوع چون مهم است محفوف به دو تمثیل است. هم در صدر آیه فرمود ضرب الله مثلا، هم در ذیل آیه فرمود و یضرب الله الامثال. مثل همون آیه سوره رعد که یک مطلب دو بار به ذکر مثل محفوف شد. آیه 26 است که و مثل کلمت خبیثتن که شجرتن خبیثتن تست من فوق الارض ما لها من قرار. کلمه باطل در این جهان ریشه ندارد، مثل اون درخت بی ریشه است که از روی زمین سر بلند کرد، خوبی قرارگاه ندارد. ما لها من قرار که شجرتن خبیثتن تست من فوق الارض ما لها من قرار. اونگاه فرمود یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. مطلب بعدی آن است که اون چی که در بحث های اسبق برزسی که گاهی حسنات دیگران را به حساب انسان می نویسند و سیئات انسان را به نام دیگران منتقل می کنند، این گرچه به صورت نقل و انتقال و امثال ذالک بیان شده است، اما در حقیقت چون اون انسان ظالم و قاتل و مانند آن نه تنها دست به یک کار زد بلکه بسیاری از تبایی ها در اثر کار او نشأت گرفت، پس آثار سیئات فراوان حتی سیئات مقتول هم در نامه عمل او ظهور می کند. نه این که سیئه مقتول منتقل بشود به دیوان عمل قاتل تا گفته بشود عمل عامل را رها نمی کند، عمل عرض است یا جوهر است، قابل نقل و انتقال است امثال ذالک، بلکه اثاره کار مقتول را اون قاتل در نامه عمل خود می بیند چون در حقیقت محصول کار خود او. و هاکذا در جریان غیبت که اگر حسنات غیبت کننده به دیوان غیبت شده منتقل شد، چون اون مظلوم بود و حیثیت او ریخته شد باید ترمیم بشود. نحوه ترمیم حیثیت مغتاب آن است که آثار حسنات غیبت کننده را در نامه اعمال خود مشاهده می کند و مانند آن. و
وگرنه سخن از نقل و انتقال عرض یا سخن از نقل و انتقال جوهر و مانند اون نخواهد. مسئله بعدی آن است که این کریمه حبت که فرمود حبت از اعمال هم، گرچه حسنات سیئات را از بین میبرن و برخی از سیئات حسنات را هم بی اثر میکنن، اونطور که شیخ هنر استاد مرحوم شعرانی رضوان الله فرمودن حبتی که در قرآن هست با حبت کلامی دوتاست، کل جمله فرمایششون درست است، اما نه بل جمله، نه اینطور که هیچ پیوندی بین اینها نباشد، اینا مباین هم باشن، بلکه ارتباطی دارن، منتها همه حدودی که به عنوان حبت در کتابهای کلامی مصطلح هست استفادهش از قرآن کریم مشکل است، و اما ریشهش از قرآن کریم به کتابهای کلامی رفته است. مطلب بعدی آن است که مرحوم خواجه در متن تجدید ادله قائلین به حبت را ابطال کرده است، فرمود به این که اگر حسنه بخواهد سیئه را ابطال کند یا سیئه بعدی بخواهد حسنه را ابطال کند، این یا ظلم یا ترجیح بلا مرجح است یا جمع نقیزین و امثال ذلک. حالا مسئله جمع نقیزین بماند. در باره ظلم این چنین است که اگر کنون که حسنه ای که قبلا انجام گرفت دارای 10 درجه از ثواب بود و سیئه ای که بعد انجام گرفت دارای 5 درجه از عقاب بود، اگر به وسیله این سیئه 5 درجه ای اون حسنه 10 درجه ای از بین برود، این ظلم است. گذشته از این که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره با او سازگار نیست. البته اون بحث قرآنی است که جوابش داده شد. و اگر کنون چه سیئه ای که 10 درجه است و حسنه ای که 5 درجه است به اندازه خود بخواهد در او اثر بگذارد، یا سیئه ای که 5 درجه است بخواهد در حسنه 10 درجه به اندازه خودش اثر بگذارد نه تمام الاثر، اینجا ترجیح بلا مرجح است. چرا؟ برای اینکه اگر حسنه 10 درجه بود و سیئه 5 درجه، این سیئه 5 درجه که بخواهد حسنه 10 درجه به اندازه خودش از بین برد، کدام یکی از این دو تا 5 تا را از بین میبرد؟ 5 تا اولی را یا 5 تا دومی را؟ چون ترجیح بلا مرجح است، بنابراین نمیشود گفت به این که سیئه 5 درجه به مقدار خودش یعنی 5 درجه از حسنه را از بین میبرد. چون ملاحظه فرمودید که قول به حبس 2 قسم بود، یکی حبت مطلق بود، یکی حبت موازنه ای، که هر دو قول در کتابای کلامی هست و سیدن استاد رضوان الله هم در المیزان به این 2 قول اشاره کرده. اون قول ظلم ممکن است فل جمله قبول بشود، و اما این قول موازنه ای مگر اگر کسی 10 تومن به کسی بدهکار بود بعد یک بار رفت 5 تومن را ادا کرد، اون بستونکار به بدهکار میگوید این 5 تومن مال 5 تومن اول است که 5 تومن دوم. این طرز فکر یک انسان حکیم نیست. مرحوم خواجه رضوان الله علیه به این استدلال بها نمیدهد. لذا در نقد المحصل امام رازی که مسئله حبت را امام رازی مطرح میکند و میگوید اگر حسنه یا سیئه بخواهد به مقدار خودش از دیگری بخواهد این ترجیح بلا مرجح است و مانند آن، مرحوم خواجه میفرماید این چه استدلالی است که ما میکنیم؟ این ترجیح بلا مرجح میشود یعنی چه؟ این مثل همان است که کسی 10 درهم بدهکار است، 5 درهم را داد، دیگر نمیگوید این 5 درهم مال اولیش یا دومی، این به اندازه خودش از دین میکاهد. این طرز فکر را مرحوم خواجه در نقد المحصل امام رازی نفی کرد. این اصل کتاب بنای محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین مال امام رازی،
مرحوم خواجه این کتاب را تحذیر کرد، تلخیص کرد، نقد نوشت به نام نقد المحصل که این مطالبش عمیق‌تر از آن است که در متن تجدید آمده و برای اولین بار شیخ هنر استاد مرحوم های فاضل تونی رضوان الله علیه ایشون می‌فرمودند که مرحوم خواجه حکیم بود و نه متکلم و سر این که شرح تجدید را نوشت این بود که خاص با اصول کلامی سخن بگوید تا ولایت را اثبات کند و به هدف رسید. چون بحث امامت در فلسفه نمی گنجد، فلسفه جهانبینی کلی، اما کی امامت این را کلام به عهده دارد. نه اصل امامت را زیر پوشش ولایت و نبوت ممکنه فلسفه تر کند، اما این که علی و اولاد علی علیهم السلام امامان یه بحث کلامیه، بحث فلسفی نیست. این رو با برهان عقلی که نمیتوان حل کرد، با برهان نقلی باید حل کرد و این برهان نقلی مقدمات میطلبد. این سخن رو اولین بار ما ازش شدیم. بعضی از بزرگان و محشیان الهیات شفا همین مطلب را دارن که مرحوم خواجه حکیم بود و نه متکلم و این شرح تجدید را که نوشت برای اون بود که رو اصول مبانی کلامی که عامه به این اصول معتقد و معتنیند مشق کند و اون هدف اصلی را که دارد یعنی امامت و ولایت اثبات کند که به این مقام رسیده است. والحمد لله رب العالمین.